حاشیه نیوزی های گرامی، سلام. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. در کنار شما عزیزان میخوایم این بار به درهم شکستگی اسرائیل و گنبد آهنین نگاهی داشته باشیم که نشون میده با اینکه اسرائیل گستره کثیری از غزه رو تصاحب کرده، ولی هنوز که هنوز نگرانه که از یه جایی از زیر زمین حماس موشک‌ها و راکت هایی رو روانه اسرائیل بکنه و هر چی که هست و نیست رو ازم نابود بکنه. اینی که اسرائیل این سامانه دفاع موشکی رو از آمریکایی‌ها داره اجاره می‌کنه، یعنی اینکه خیلی از جاهای کار هنوز که هنوزه داره میلنگه. حماس موشک‌های ارزونی رو به سمت اسرائیل پرتاب میکنه و اسرائیل هم برای رهگیری اونها از موشک‌های گرون استفاده میکنه و حالا همون موشک‌ها هم دیگه تموم شدن. با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودین، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. یکی از جنبه‌های حیاتی امنیت روانی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر تلاش برای ایجاد چتر پدافندی قوی با بالاترین درصد موفقیت برای مقابله با حملات موشکی، راکتی و پهپادی مقاومت. در این سیاق، صنایع نظامی این رژیم با کمک تکنولوژی‌ها و حمایت مالی گسترده از آمریکا و اروپا، مجموعه‌ای از سامانه‌های پدافندی معروف مثل گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و غیره را توسعه داده که در جنگ‌های اخیر هم به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال، عملیات طوفان الاقصا با مشخصات خاص خودش و نرخ بالای شلیک راکت از نوار غزه، کیفیت بهتر راکت ها و موشک های شلیک شده در نبرد اخیر و همچنین حمایت از طرف بقیه اعضای مقاومت مثل حزب الله لبنان و انصار الله یمن از مقاومت فلسطین و حملات راکتی و موشکی به سرزمین های اشغالی، باعث افزایش چشمگیر ترافیک راکت ها به شهرهای ساکنان اسرائیلی نشین شده و باعث نگرانی در پدافندهای هوایی اسرائیلی شده. بنابراین فشار نمایندگان جمهوری خواه به دولت بایدن برای تصویب سریع‌تر بسته نظامی 14 میلیارد دلاری برای حمایت از اسرائیل به دلیل خطر از دست دادن توان پدافندی و اصابت هزاران راکت و موشک به سرزمین‌های اشغالی، آمریکا را مجاب کرده تا به سرعت اقدام به حمایت از اسرائیل و جلوگیری از احتمالی با نام آوت نامبر شدن بکنه. در بسته کمک تسلیحاتی آمریکا برای اسرائیل به ارزش 14 میلیارد دلار به شکل قابل توجهی روی کمک به بازسازی ذخایر موشک‌های پدافندی و ساخت پرتابگرهای بیشتر برای ارتش این رژیم تاکید شده. بنا به جزئیات منتشر شده توسط منابع نزدیک به وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در این بسته کمکی 4 میلیارد دلار فقط واسه بخش پدافندی ارتش اسرائیل تخصیص داده. 3 میلیارد دلار به منظور توسعه سیستم کوتاه برد گنبد آهنین شامل ساخت 100 پرتابگر جدید و 14000 موشک رهگیر تامیر که در این سامانه مورد استفاده قرار می‌گیره. 1 میلیارد دلار به منظور توسعه سامانه پدافندی فلاخن داوود و 650 تیر موشک استانر مورد استفاده در این سامانه. به نظر میرسه عجله شدید آمریکا واسه تصویب بسته تسلیحاتی سنگین برای اسرائیل و اختصاص دادن بخش بزرگی از اون به تقویت پدافند هوایی ناشی از وضعیت بحران عمل کرد و ذخایر موشک اسرائیل در این بخش باشه. پدافند هوایی اسرائیل مجموعاً 10 آتشبار سامانه گنبد آهنین رو تحت خدمت خودش داره که برای دفاع از شهرهایی مثل سدیروت، اسقلان، اشدود، تل‌آویو، بیت المقدس غربی، حیفا و غیره مستقرن. تقریباً با هر موج شلیک راکت‌های مقاومت در غزه، اسرائیلی‌ها باید سریعاً آتشبار موجود در شهر مربوطه رو مجدداً با موشک‌های تامیر بارگذاری بکنن و آماده حملات بعدی بشن. از ابتدای نبرد طوفان الاقصی در 7 اکتبر تا به امروز، نزدیک به 10000 راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های اسرائیلی نشین شلیک شده که وضعیت ذخایر موشک‌های تامیر رو برای اسرائیل نگران کننده کرده. تعداد اصابت‌های خیلی بیشتر به نسبت نبردهای سال گذشته هم این موضوع رو تایید می‌کنه که اسرائیل با مشکل ذخایر موشک‌های پدافندی مواجهه، اما این تمام مشکل اسرائیلی‌ها نیست. علاوه بر نوار غزه، در جنگ اخیر تهدید حملات موشکی راکتی پهپادی از 3 جبهه دیگه هم اون‌ها رو تهدید می‌کنه.
یعنی جنوب لبنان، جولان اشغالی و یمن. اسرائیل ناچار علاوه بر سامانه‌های ضد بالستیک پاتریوت و پیکان دست کم یک آتشبار گنبد آهنین خودش رو همواره در بندر ایلات مستقر داشته باشه تا با حملات پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز یمنی مقابله بکنه. در صورتی که سطح تنش با حزب الله لبنان بالا بره، دیگه تقریبا میشه گفت با موجودیت فعلی پدافند هوایی اسرائیل در مبحث مقابله با راکت‌های توپخونه‌ای کار خاصی نمیتونه انجام بده و تنها سیستم‌های دیگه مثل پاتریوت، فلاخون داوود و پیکان در بحث مقابله با موشک‌های بالستیک میتونن با درصدی از تهدیدات مقابله بکنن. به همین دلیل دولت آمریکا قصد داره ضمن کمک فوری خودش چند ده آتشبار جدید گنبد آهنین و حدود 650 موشک مخصوص سامانه فلاخون داوود رو فراهم بکنه تا در صورت کشیده شدن کار به یک جنگ فراگیر منطقه‌ای، عمق خاک سرزمین‌های اشغالی با آسیب و خسارت غیر قابل جبران مواجه نشه. این اجاره سریع‌ترین راه برای ارسال موشک‌های گنبد آهنی و موشک‌های رهگیر تامیر به اسرائیل در پی حملات حماس در هفته اکتبر گذشته بود. او خاطر نشان کرده که این قرارداد شامل مقدار نسبتاً کمی پول، در حالی که هیچ شرایطی برای پرداخت هنوز مشخص نشده. مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا تأکید کرده که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 20 اکتبر با تصویب 14.3 میلیارد دلار بودجه اضطراری اضافی اولین گام را در روند حمایت از تجاوزات اشغالی گران در جهت اونچه که به عنوان امنیت منطقه‌ای خودش توصیف می‌کنه برداشته. بر اساس گزارش این مؤسسه، پیشنهاد قبلی دولت بایدن به ویژه توصیه‌های اصلی این مؤسسه برای حمایت از اسرائیل، از جمله تمهیداتی برای تامین مالی گنبد آهنین اسرائیلی‌ها، سامانه دفاع موشکی بالستیک، تسریع روند صلح و تحویل مهمات و تجهیزات و همچنین شامل بودجه برای کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بوده. این در حالی هستش که آژانس آمریکایی بلومبرگ گزارش داده که اگه تشدید جنگ در غزه به درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل بشه، گنبد آهنین اسرائیل در معرض حملات موشکی قرار داره. این آژانس گزارش داده که مثل هر سیستم دفاع هوایی، سیستم گنبد آهنین به انبار کافی موشک‌های رهگیر وابسته هستش که اگه حمله بعدی به اندازه کافی بزرگ بود، بتونه از اون عبور بکنه. بلومبرگ ادامه داده که مقامات آمریکایی نگران احتمال پرتاب موشک‌های هدایت شونده دقیق حزب الله لبنان به شهرک‌های اسرائیلی هستند، در حالی که ارتش اشغالگر درگیر جنگ شدیدی در نوار غزه هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.